به نام خدا، سلام. با قسمت 41 از آموزش زبان جاوا در خدمتتون هستیم. تو این قسمت میخوایم راجع به کلاس های فاینال حرف بزنیم. این کلا فاینال واسه چیا خوندیم؟ یه دونه واسه متغیرها خوندیم که من دوباره یه مثال بزنم. ایکس دیگه نمیتونست چیز دیگه ای باشه. خب اسمش هم گفتیم بزرگ می نویسیم. اگه بنویسم 4، حتی 4 که مقدار خودش هم نمیشه کلن نوشتنش برای اساین کردن ارور به ما میده. خب اینو خوندیم. واسه یه متودا گفتیم که اوورراید نمیتونن بشن. حالا میخواییم بریم سراغ کلاس ها. بریم کلاس فاینال شیم. من یک کلاس A دارم، یه پرایویت اینت مثلا هولد براش میذارم، یه پابلیک یه هم میذارم که مثلا یه اینت هولد میگیره و استاد هورد مسایه. خیلی ساده یه دونم get hold. این یه کلاس. بعد من بیام بیو extend میکنم از a، بعد اینجا یه دونه float چیز میذارم private float مثلا value، بعد پابلیک پی یه ولیو میگیره که اینجا ولیو مسایه ولیو این فلوته. خب بعد اینجا میدونه گت ولیو داریم. اوکی اینجوری این چی داره میگه؟ آها سوپرش اینم از این. یه دوتا کلاس همینجوری الکی که ای از بی چیز. وقتی که من میام چیز میکنم در واقع اینجا بعد پابلیک فاینال میزنم، میبینید بی فوری قرمز شد، نمیتونیم یه کلاس فاینال رو اکستند کنیم. کلاسی که فایناله تموم میشه. خود کلاس فاینال میتونه پدر داشته باشه. مثلا من بیام اینجوری کنم، مثلا این اینجا باشه که بعدا ران میگیرید ارورش ببینید. مثلا من اینو بزنم مین. خب این فاینال خودش میتونه پدر داشته باشه، هیچ مشکلی نیست، ولی کسی نمیتونه دیگه پسر این باشه. خب این هم از فاینال. دیگه یه جایی دستتون اومده دیگه، فاینال جایی بیاد اون غیر قابل تغییر میشه. حالا چرا اینجا هست؟ چون خب آبجکت های این در واقع یه جایی میخواییم جلوی چند ریختیشو بگیریم، یا مثلا میخواییم متوداش اوورراید نشه جایی. خب و در واقع یه جایی نهایی باشه دیگه، هر وقت گفتیم A بدونیم چیه. خب دیگه میدیم پسر نداره، چیز دیگه ای نمیتونه توش بیاد، لازم نیست هر دفعه اینستنس آف بگیریم چک کنیم. وقتی فایناله دیگه میدونیم چیه دیگه، کامل فقط یه چیز میتونه باشه. اوکی پس اینم از کلاس های فاینال. این جلسه خیلی صحبتی نداشتیم، فقط خواستم این نکته رو حتما گفته باشیم. تا جلسه بعدی فعلا خدا نگه.